کوچولو صبر می‌کنیم که بچه‌های دیگه هم برسن و بچه‌ها جمع‌بندی تشریحی رو شروع می‌کنیم. یه کمی راه می‌افتید، خدا رو شکر. خب بچه‌ها، می‌خواستم از فصل 5 و 6 شروع کنم ولی ترجیح دادم که به خاطر اینکه بارم بندیتون دقیقاً یکسانه، یعنی فصل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 هر کدوم 2.5 نمره میشه 20 نمره، درسته؟ برای همین این آقای خانم میهمان کیه؟ بعد ببینیم. سلام استاد. ایشون سلام استاده. اسم سلام، فامیلی استاد. قربانت. البته ما یه استاد استاد داریم جا تو مشهد که استاد زیست هستن ایشون. البته پزشکه. ولی حالا هرچی هست. نرگس خانم چطوره؟ بچه ها اسماتون رو بزنی خواهشن. اسم هویت آدمه. من حمید رضا هستم. خب این اسم هویتتونه. ببخشید دیر رسیدم. بریم جمع‌بندی بچه‌ها، بریم خیلی ساده. خب امیدوارم که همه کتاباتون رو خونده باشید که دیگه ما اینجا به مشکل نخونده ها بر نخوریم. همه کتاباتون رو خوندین؟ الان نرگس خانم کتابشو خونده، سلام آقا یا خانم کتابشو خونده، فرهادم که فعلا آفلاین شده. خب بریم از مقدمات که بگذریم، بریم فصل زیبای مولکولای اطلاعاتی. منظور از مولکولای اطلاعاتی چیه بچه ها؟ منظورشون دنا و رنا هست، دی ان ای و آر ان ای. اینا رو میگن مولکولهای اطلاعاتی. آه تو فرهادی، با اون فرهاد رفتی، از این فرهاد اومدی. اوکی خب این از بچه ها نکنید، یه چند تا نکته بهتون بگم قبل از اینکه شروع کنیم. آها حذفیا به هر فصلی که رسیدیم حذفیاشو تا جایی که یادم هست اون پاراگراف رو بهتون میگم. هر فصل و پاراگرافشو بهتون میگم کجا حذف شده. خب یه نکته بچه ها ببینید، از سیستم کنکوری بیایم بیرون. سیستم تشریحی توضیحیه، درست شد؟ سوال براتون آوردم به صورت تفکیکی که حل کنیم. و نکته بعدی این که حتماً و حتماً دوستان کم کم کتابتون رو بخونین. یعنی فهم کنم شما 22 امتحان دارید، تا جایی که برنامه خاطرم هست 22 خرداده. اون 22 خرداد مثلا 4 روز 3 روز قبلش وقت دارین، ولی اون موقع ها وقت های استرسیه. برای همین شما از همین الان مثلا اگه امتحان دینیتون روز یک شنبه یا دوشنبه است، خب دینی رو خوندید مثلا یه فصل و یا یه قسمتی از فصل زیست شناسی رو همراهش مطالعه آزاد داشته باشین که یادتون نره. بچه یادتون نره اون 3-4 روز زمان مروره. خب میریم کجا؟ میریم دنا. ببینیم اول کیا دنا رو کشف کردن، بعد چی شد کشفش کردن، بعدش هم ساختار دنا چجوریه. خیلی ساده بچه ها، گریفیت رو میشناسید، این 4 مرحله آزمایشش رو میدونید. اول ببین اینجوری بچه ها نکنید، اینجوری چیز کنید، خیلی کوتاه و سادهش کنید. اول مرگ، آخرم مرگ، درسته؟ زنده موند وسطی ها، اینا زنده موندن. خب تو مرحله اول چی شد؟ پوشینه دار زد مرد. تو مرحله دوم فاقد پوشینه زد زنده موند. تو مرحله سوم گفت نکنه پوشینه عامل باشه، پوشینه دارا رو با گرما کشت زد زنده موند، پس پوشینه عامل نیست. در مرحله چهارم مخلوط کشته شده پوشینه دار بدون پوشینه زنده، اینا رو چیکار کرد؟ ترکیب کردید، بدون پوشینه ها پوشینه دار شدن، در خون و شش موش زنده پوشینه دار مشاهده کرد آقای گریفیت. بله ای بابا، آقای گریفیت. خب سوال راجع به گریفیت بچه نداریم، بریم جلو، چون وقت نداریم سریع میگیم. بریم جلو. آها خب این از این. حالا بریم سراغ ایوری. بچه ایوری هم 3 مرحله آزمایش انجام داد. تو مرحله اول پروتئاز به کار برد، تمام پروتئین ها رو تخریب کرد، درسته؟ بعد دیدن انتقال صفت صورت میگیره، پس دنا نابود نشده. مرحله دوم اساره رو اومد گذاشت تو سانتریفیوژ، پس مرحله دوم چیه؟ سانتریفیوژ، نشانگرش سانتریفیوژه. بعد چیکار کرد؟ بعد دونه دونه مواد رو به صورت لایه لایه جدا کرد
بعد هر لایه رو اضافه کرد به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه، دید با چی پوشینه دار میشه؟ با لایه‌ای که توش دی ان ای قرار داره. تموم شد. اینجا مطمئن شد، ولی بقیه مطمئن نشدن. بچه اینا تو سعی غلط زیاد باش بازی میکنن ها. خود ایوری مطمئن شد و همکارانش، ولی بقیه هنوز مطمئن نبودن چون پروتئینا رو خیلی خوب میشناختن. بنابراین چی شد؟ بنابراین تو آزمایش دیگه که میخواست همه مطمئن بشم، اساره باکتری های پوشینه دار رو چیکار کرد؟ استخراج کرد، 4 قسمت کرد این اساره رو. به هر قسمت آنزیم تخریب کننده یک گروه زد، پروتئاز زد، کربوهیدرات زد، لیپاز زد، نوکلئاز زد. به اونجایی فقط بچه ها که نوکلئاز زد و دی ان ای نابود شد انتقال صفت صورت نمیگیره و موش زنده میمونه. بقیه یعنی پروتئاز، کربوهیدرات و لیپاز، اینا موش میمیرن. چرا؟ چون دی ان ای هست، انتقال صفت صورت میگیره و چه اتفاقی میفته؟ و پوشینه دارا بدون پوشینه ها پوشینه دار میشن و موش میمیره. این آقای ایوری طبیعتا شکلش نمیاد تو امتحانتون. بریم سراغ ساختار نوکلئیک اسید ها که دقیقا وسطش میزنه. بچه ها این نوکلئوتیده، باز عالی نیتروژن دار داره، درسته؟ و قند 5 کربونه که این میتونه چی باشه؟ ریبوز باشه در آر ان ای و دئوکسی ریبوز در دی ان ای. دئوکسی ریبوز یه اکسیژن کمتر داره. بچه همه یه دونه 500 بفرستین ببینم هستین یا نیستین. متشکرم. بله فرهاد فرستاد. فرهاد تو با اون خانم مهاجری نسبتی نداری؟ همون که تو کلاسای من هست، با فاطمه نسبتی نداری؟ داره فکر میکنه. نه نداره. اوکی، شاید مثلا داشته باش، بالاخره یه رقیب در صورت هر چی هست. خب قند 5 کربونه، باز عالی گروه فسفات، درسته؟ این بچه ها خیلی ساده است اینا. هر نوکلئوتید که میخواد در ساختار زنجیره پلی نوکلئوتیدی قرار بگیره، اگه یادتون باشه دوتا فسفاتشو از دست میده، با یه فسفات تو ساختار قرار میگیره و چه پیوندی تشکیل میده؟ درسته، چه پیوندی تشکیل میده؟ پیونده کووالانسی، نوعی پیوند کووالانسی، اسمش چیه؟ فسفودیستر. نوکلئوتیدها از چه نظری با هم متفاوتن؟ از نظر نوع قند، نوع باز عالی و تعداد گروه های فسفات. پس از 3 نظر با هم متفاوتن: نوع قند، نوع باز عالی، تعداد گروه های فسفات. پیوند اشتراکی فسفودیستر فسفات یه نوکلئوتید بچه‌ها به گروه هیدروکسیل قند نوکلئوتید دیگه متصل میشه، درسته؟ همتون هستین بچه‌ها؟ دیگه بریم جلو. دی ان ای آر ان ای تفاوتاش. آر ان ای همیشه خطیه، دی ان ای میتونه خطی باشه، حلقوی باشه. دی ان ای 2 رشته همیشه، آر ان ای همیشه تک رشته. بین رشته های پلی نوکلئوتیدی دی ان ای پیوند هیدروژنی برقراره، ولی در آر ان ای چون یه رشته است، گاهی وقت یه رشته برمیگرده مثل تو تی آر ان ای و اونجا پیوند هیدروژنی برقرار میشه. فرق اساسیشون قند ریبوز و دئوکسی ریبوز هست. و دیگه چی؟ و در آر ان ای ما باز عالی یوراسیل داریم، در صورتی که در دی ان ای به جاش تیمین داریم. تموم شد. خب این از این بچه‌ها. پس بنابراین در نوکلئیک اسیدهای خطی این سر و اون سر چیه؟ آزاده و قطبیه. در اصل در نوکلئیک اسیدهای خطی گروه فسفات در یه انتها آزاده و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگه آزاده، درست؟ بنابراین میتونیم بگیم در دی ان ای خطی و در آر ان ای این مولکولا چیان؟ قطبیان، قطبیت دارن، دارای قطبیت. خب از تلاش برای کشف مولکولی ساختار دنا تا اینجا حذف. بچه‌ها خوشحال بشین یه کمی. چی اصلا چیزی نیست بچه، اینجا حذفه. از تلاش برای ساختار چی میگن؟ کشف ساختار مولکولی دنا حذفه. تا کجا؟ تا فکر کنم تا مدل مولکولی دناست. اما رضا یه لحظه بچه ها، یه چند دقیقه صبر کنید من بهتون الان میگم.
خب دوستان نها کنید، از تلاش برای کشف ساختار مولکولی دی ان ای تا سر مدل مولکولی، تلاش برای کشف تا سر مدل مولکولی، حالا از سطوح ساختاری پروتئین ها تا سر نقش پروتئین ها، از عملکرد اختصاصی آنزیم تا پایان فصل. خب یعنی نقش پروتئین ها میاد، درست شد بچه ها؟ این تصویر رو برای دهم یازدهم دوازدهم من تو کانال گذاشتم، کانالم هم اینجا هست، بچه های خودمون میدونن. خب کانال من اینجا میزنم بچه ها براتون، و تو کانال تلگرام وارد بشین لطفا، و میتونید که اونجا این عکس رو و بقیه فایل های تدریس و اینا رو همه رو ببینید. اوکی، این برای فصل یک بود. برای فصل دو از تغییرات آرنه پیک، خب یعنی همون بحث پیرایش، تا پایان گفتار، از محل پروتئین سازی و سرنوشتش تا پایان گفتار دو، بله همون قضیه‌ای که میخوان ترشح بشن یا برن داخل اندامک ها، اون شکل معروف کتابتون. فصل 3 مهار بیماری های ژنتیک تا آخر فصل، که همون فلینکتونوری میشه، چیز خاصی نیست. فصل 4 از ابتدای گفتار 3 تا سر گونه‌زایی، از ابتدای گفتار تا سر گونه‌زایی، گونه‌زایی هست همون گل مغربی و اینا. فصل 5 از تنظیم تنفس سلولی تولیدی اقتصادی که خیلی ساده بود، تا آخر گفتار 2. پاد اکسنده ها هم نمیاد. و برای فصل فتوسنتز از اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار 2 که خیلی ساده بود، جانداران فتوسنتز کننده دیگه تا آخر فصل. فصل 7 مهندسی بافت تا آخر گفتار 2، و زندگی گروهی هم در رفتارشناسی واسه تون نمیاد. پس فصل یک که فعلا براش هستیم، در گفتار یک فقط مثل اینکه با فرانکلین مشکل داشتن، دیگه با چیز دیگه مشکلی نداشتن. خیلی عجیب غریبه بچه ها، نه اصلا این حذفیات از وسط و واقعا متوجه نمیشم اینجور حذف کردن و من خیلی درک نمی کنم، شاید شما درک کنید، نمیدونم. خب بریم سراغ ادامش. نه این نیست، اینه. پس استفاده از پرتو ایکس و اینا نمیاد، تا کجا؟ تا سر واتسون و کریک، مدل مولکولی. دقت کنید بچه ها، از آزمایش های چارگاف استفاده کردن و پرتو ایکس هم استفاده کردن و یافته های خودشون. پس از سه مورد استفاده کردن برای اینکه مدل مولکولی نردبان مارپیچ رو بسازن، که الان دیگه مورد تایید هست بچه ها. این نردبان مارپیچ، این خیلی بچه ها این پاراگراف ازش سوال اومده توی امتحان نهایی، حالا میخونید میبینید که چقدر ازش سوال اومده، و الان با هم چک میکنیم. دو رشته پولینوکلئودیدی به دور محور فرضی، مارپیچ دو رشته، این مارپیچ مقایسه میشه با یه نردبون پیچ خورده دوستان، مثل این سرسره های پارکا، دقیقا همینجوریه، مارپیچه. مارپیچ رو بچه ها، کلمه مارپیچ رو با کلمه پیچ و تاب قاطی نکنید. مارپیچ یه چیزیه، پیچ و تاب یه چیز دیگه است. مارپیچ یعنی همین هلیکس دی ان ای، پیچ و تاب اونیه که کروماتین و این هاست، اونو میگن پیچ و تاب. خب ستون ها قند و فسفات، یعنی همون نرده ها. خب پله ها چیه؟ باز عالی، آدنین گوانین تیمین سیتوزین برای دی ان ای، و آدنین گوانین تیم آدنین گوانین یوراسیل و سیتوزین برای آر ان ای. آر ان ای هم که دیگه پیوند هیدروژن دو رشته ای نیست طبیعتا. خب پیوندهای هیدروژنی ان که نگه میدارن بچه ها، دقت کنید. اولا که بین سی و جی پیوند بیشتر، سه تاست نسبت به تی و ای، اینجا سه تاست، اینجا دو تا، ولی کتابتون نگفته، از ستاره میزنم. حالا نگاه کنید بچه، این جمله خیلی مهمه، قرارگیری جفت بازها به این شکل بازهای مکمل، خب به شکل بازهای مکمل باعث میشود که قطر مولکول دنا در سراسرش یکسان باشه. چرا؟ چون همیشه یه باز تک حلقه‌ای، تک حلقه‌ای چیا بودن؟ سیاسمن تک حلقه‌ای چیا بودن؟ همزه یه قاشق برای من میاری. یاسمن
تک حلقه یا؟ نه، تک حلقه یا فرها، تک حلقه یا چه تک حلقه ای منظورمه؟ منظورم نوکلئوتید های تک حلقه، بازه عالی تک حلقه ای، تک حلقه ای، درسا تک حلقه ای، اه پیریمیدینا. عصبانی میشم ها. تک حلقه ای ها سیتوزین چی بود؟ تیمین و یوراسیل. تک حلقه ای ها اینان دوستان. دو حلقه ای چیه؟ دو حلقه ای گوانینه. تک حلقه ای پیریمیدین، من نگفتم اینا رو، فکرم شما میدونین. دو حلقه ای چیه؟ پورین. خواهش میکنم، اشکال نداره. پس بنابراین تک حلقه ای پیریمیدین، دو حلقه ای چیه؟ پورین. درسته؟ خب دوستان گرامی، یه لحظه ایزه بدین من اینجا بساط عیش و نوش رو فراهم کنم، میخوایم با هم کار کنیم. بله متشکرم عزیزم، نمیخواستم پلو خورش بخورم. ها اشکال نداره، اشکال نداره، چیکار کنیم دیگه، باید بخرم بیارم اینجا بزنم. مرسی مرسی، متشکرم. خب بچه ها، بقیه بچه ها کجا؟ یاسمن کجایی؟ نرگس کجایی؟ فرهاد کجایی؟ بقیه کجا؟ بچه ها به من یه بازخورد بدیم، همه تون هستین. اما یه نتیجه دیگه هم جفت شدن بازهای مکمل داره، درسته؟ میتونیم ترکیب این رشته رو که میدونیم، ترکیب اون یکی رشته هم بدونیم. خب فرهاد هست فقط، نه یاسمن جواب میده نه نرگس. اوکی بریم سراغ حالت پایدار دنا که گفتیم. بچا نگاه کنین، اگر چه پیوند هیدروژنی به تنهایی انرژی کمی داره، اما چون هزاران یا میلیون ها نوکلئوتید پیوند هیدروژنی بینش برقرار میشه، بنابراین حالت پایدار میده به مولکول دنا، درسته؟ پس قطر یکسانه، به خاطر اینکه همیشه، بچا نگاه کنین، قطر همیشه پورین در مقابل یه دونه پیریمیدین هست، بنابر این چی میشه؟ قطر یکسان میشه. اما تعداد بالای پیوند هیدروژنی چی نتیجه میده؟ پایداری، پایداری دنا. دقت کردین؟ خب بریم سراغ بقیهش بچه ها، بریم سراغ رنا و انواعش که میدونید خیلی انواع مختلفی داره، شما سه نوعش رو میخونید. بچه ها تعریفی ها رو یاد بگیرین. آرنه پیک چی کار میکنه؟ اطلاعات رو از دنا یا دی ان ای میرسونه به ریبوزوم ها. ریبوزوم هم که میدونید پروتئین سازی میکنه. رنای ناقل آمینو اسید ها رو برای استفاده میاره برای ریبوزوم، و آر آر ان ای هم خودش در ساختار ریبوزوم شرکت میکنه. علاوه بر این ممکنه بپرسن چه نقش های دیگه ای داره آر ان ای؟ نقش آنزیمی آر آر ان ای هست بچه ها که شما نمیخونید، اینجا ستاره میزنم، و دخالت در تنظیم بیان ژن. کدوم بود یاسمن؟ کدوم بود میشد چی؟ دخالت در تنظیم بیان ژن، رناهای کوچک مکمل. آره یادتون افتاد؟ خب تعریف ژن، ژن چیه بچه ها؟ بخشی از دی ان ای که بیانش، بیان میتونه به تولید آر ان ای یا پلیپپتید بیانجامد. حالا این که چجوری رنا هم دستورات رو اجرا میکنه فصل دو میخونی. اما خود نوکلئوتیدها هم در واکنش های سوخت و سازی دخالت میکنن، مثل اون مولکولای حامل الکترون NADPH و NADH و خود ATP. بچه ها درسته؟ خود ATP هم میتونه چی باشه؟ در اصل نوکلئوتیدی هستش که در واکنش های سوخت و سازی شرکت میکنه. بچه ها گفتار دو خیلی ساده، همانند سازی ها کدومش قبول شده؟ نیمه حفاظتی. یعنی چی؟ یعنی اینکه دو رشته مادری از هم جدا میشن، جلوشون رشته های جدید ساخته میشه، و دو رشته دو دی ان ای دختری هر کدومشون نصف یک رشته پلی‌نوکلئوتید مادری رشته دختری. درسته؟ دارم فقط مرور میکنم، ما بعدا میریم براتون قشنگ سوالات رو حل میکنیم. بذارید من اینم اینجا حل کنم.
خب بله عالی شد. خب دوستان آقا پر انرژی هستین یا نه؟ میدونم سه روز جمعه است و آدم دلش میخواد بگیره بخوابه، ولی اینجا مهربانو کشوندین، اینجا داره براتون تشریح امتحان نهایی کار میکنه و انرژیاتون بالا باشه لطفا. خب همانندسازی حفاظتی چجوریه؟ بچه ها دورشته از هم جدا میشه، جلوشون جدید ساخته میشه، ولی جدیدیا با هم پیوند برقرار میکنن، قدیمی ها هم با هم. ما کلا دو تا دی ان ای داریم، یکی قدیمی یه دونه جدید. غیر حفاظتی هم که کلا جدا میشن، دورشته ساخته میشه، اینا دونه دونه تیکه تیکه نوکلئوتیدا از هم جدا میشن و چه اتفاقی میفته؟ جدیدیا بنابینشون قرار میگیرن، هیچ کدومشون پذیرفته نشده غیر از نیمه حفاظتی. پس نه غیر حفاظتی نه حفاظتی دوستان، و نیمه حفاظتیه که واقعا در همانندسازی تمام موجودات زنده این سیستم رو به کار میبرن. موجودات دی ان ایشون نیمه حفاظتی همانندسازی میشه. بریم بچه‌ها یه سر آزمایش مزلسون و استال رو ببینیم. آزمایش مزلسون و استال، باکتری ایکولای رو استفاده کردن دی ان ایشو، پس حلقوی استفاده کردن. خب این باکتری رو گذاشتن، از چی استفاده کردن بچه ها؟ از ایزوتوپ سنگین نیتروژن. ایزوتوپ هایی که نیتروژن داره در دی ان ای های ما، در ساختار مولکول اطلاعاتی ما، N14 ایزوتوپ سبکه. یادی هم بکنیم از آقای از استاد محمدی که شما حتما باشون درس گرفتید، استاد بنده هستن، یاد ایزوتوپ میافتیم. خب یاد شیمی میافتیم. اوکی N14، ولی ما باکتری ها رو میذاریم تو محیط کشت N15 که تمام دی ان ای شون دی ان ای سنگین بشه. الان شده N15. N15 هم آبی رنگ نشون میده بچه‌ها. این چیه؟ الان شده N15. حالا نسخه میکنیم اینو نوشتیم، عدد جرمیه دیگه، N15 درست؟ همه شده N15. خب درست شد. حالا N15 ها رو بچه حالا که فهمیدن کلن همشون N15 هن، انتقال دادن به محیط کشت N14 یعنی سبک. خب اینا همانندسازی کردن دیگه. اول میدونین که باکتری بعد از 20 دقیقه دوتا میشه، یعنی بعد از 20 دقیقه دی ان ای اصلیشو دوتا میکنه، درسته؟ حالا 0 دقیقه، کلن تو 0 دقیقه انتظارشون چی بود؟ انتظارشون بود که همه دی ان ای ها سنگین باشن دیگه. بعد که سانتریفیوژ انجام دادن، یک نوار سنگین در ته لوله تشکیل شد. همه اینا چی هن؟ N15. درسته؟ حق با این دانشمندان بود. بعد 20 دقیقه یه دور که همانندسازی کردن دوستان، اینجوری میشه دیگه، درسته؟ این شکل قبلی رو نها کنین، یعنی بعد 20 دقیقه است. بعد چی؟ 20 دقیقه. بعد 20 دقیقه چی شده؟ یه نوار سنگین، یه نوار سبک. نها کنین بچه ها، هر کدوم از این دی ان ای دختری یه نوار سنگین دارن، یه نوار سبک، پس میشن یه نوار متوسط وسط لوله. اینم چی؟ متوسط. بعد از 20 دقیقه متوسط. خب اما بعد از 40 دقیقه دوستان، اینجا الان بعد از 20 دقیقه کدوم نوع همانندسازی مردود شد؟ بعد 20 دقیقه کدوم نوع همانندسازی مردود شد؟ بگیم ببینیم. ببینم تا چقدر آماده هستی. یه سوال کنکوری هم هست. حفاظتی کلا. درسته ما تمام حفاظتی نداریم. حالا درسته حفاظتی، بله باریکلا، حفاظتی مردود میشه. چرا؟ نرگس جواب بده چرا؟ بگو ببینم. به خاطر این قرار باشه حفاظتی باشه، بعد 20 دقیقه باید چی بده؟ یه نوار سنگین بده کلن و یه نوار چی بده؟ سبک بده. اگه قرار باشه حفاظتی باشه، باید یه نوار سنگین بده، یه نوار سبک بده. چون نوار متوسط داد، پس یا نیمه حفاظتیه یا غیر حفاظتی. اگر قرار بود کلن غیر حفاظتی هم باشه، باید در دور دوم، یعنی بعد از 40 دقیقه هم چی میداد؟ باز نوار متوسط. تا چی داد؟ یه نوار سبک، یعنی فقط N14 و یک نوار متوسط، یعنی N14 N15. درسته؟ اینم که متوسط. دقت کردین بچه‌ها؟ کسی از این مبحث رو نفهمیده باشه؟ بریم جلو.
بله بچه های دیگه چرا جواب نمیدن؟ بچه یه دونه یک بفرستیم ببینم. فقط درسا بیداره، فرهاد بیداره، دیگه کی بیداره؟ کی خواب؟ الان نرگس جواب نمیده، یاسمن هم جواب نمیده. اینا گذاشتن احتمالا رفتن دارن ناهاری چیزی میخورن یا لذت و تفریح و خوشی. اما بریم جلوتر. عوامل همانندسازی بچه ها دیگه میدونید دیگه، من مولکول دنا میخوام، نوکلئوتید میخوام، آنزیم میخوام، انرژی میخوام. مراحل همانندسازی از کجا شروع میشه؟ از باز شدن مارپیچ. با مرحله اول باز شدن مارپیچ کی باز میکنه؟ آنزیم هلیکاز. آنزیم هلیکاز باز میکنه، دوراهی درست میکنه. بچه ها نگاه کنید، دو تا دوراهی، این یه دوراهی، اینم یه دونه دوراهی، تو هر دوراهی یه دونه هلیکاز، دو تا دی ان ای پلیمراز. پس تو هر دوراهی دو نوع آنزیم داریم، تو هر دوراهی سه آنزیم داریم. خب الگو قرار میگیره هر کدوم از این رشته ها و جلوش نوکلئوتید های جدید ساخته، جلوش نوکلئوتید های جدید آورده میشه، با هم پیوند فسفودیستر برقرار میکنن. و همینجوری که داره این اتفاق میفته، چون که نوکلئوتید ها آزادا سه فسفاتن، حالا که دارن میچسبن میشن تک فسفاته، از به غلظت فسفات درون سلول اونجا افزوده میشود. درسته؟ خب بچه ها، دنابسپاراز هم خاصیت نکل آزی داره، هم خاصیت بسپارازی یا پلیمرازی. پس هم پلیمرازه، یعنی تشکیل پیوند فسفودیستر میده، و هم چیه؟ نکل آزه، یعنی شکستن پیوند فسفودیستر رو انجام میده. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه اشتباه پیش بیاد. به محض اینکه بچه‌ها میذاره نوکلئوتید رو برمیگرده، خب اگه اشتباه چک میکنه، اگه اشتباه باشه نوکلئوتید اشتباه رو برمیداره، درست رو به جاش قرار میده، خاصیت نوکلئازی. به این عمل میگن ویرایش. درست؟ بریم همانندسازی در پروکاریوت ها، یوکاریوت ها که خیلی ازش سوال میاد بچه‌ها. همه باکتری ها پروکاریوتن، همه پروکاریوت ها هم باکترین. راحتتون کنم، هر جا پروکاریوت دیدین باکتریه، هر جا باکتری دیدین پروکاریوته. مولکول ها بچه ها، در مولکول های وراثتی یا دی ان ای، در دی ان ای ها در باکتری ها چی هن؟ اینها حلقوی هن و هسته ندارن و کروموزوم اصلیشون میدونید که حلقویه. یه کروموزوم های کمکی هم دارن به نام دی ان ای کمکی دارن به نام دیسک یا پلازمید، که بعد عملش رو فصل 7 میخونیم. یه سری اطلاعات کمکی روش هست، مثل مثال افزایش مقاومت به آنتیبیوتیک، که بعداً فصل 7 میخونیم. نرگس و یاسمن یه بازخورد به من بدن لطفاً. سر کلاس هیچ کس نمیتونه ساکت باشه، همه باید حرف بزنن. سر کلاس مهربان باید همه حرف بزنن. بچه ها جمله کتاب، اغلب پروکاریوت ها فقط یک جایگاه آغازه همانندسازی دارن، پس در نتیجه ممکنه پروکاریوت هم باشه که چند جایگاه داشته باشه. بله، منتها همه یوکاریوت ها، قارچ، آغازی، گیاه، جانور، همشون چندین جایگاه آغاز همانندسازی دارن. خب همانند یوکاریوت ها، پروکاریوت ها هم همانندسازیشون دو جهتیه، چون جمله یه جوری به نظر میرسه که انگار ممکنه پروکاریوتی هم باشه که همانندسازیش تک جهتی باشه. واسه همین ما میگیم یا تک جهتی یا دو جهتی، اما 99% همانندسازی ها دو جهتیه، از یک نقطه شروع میشه و در دو جهت ادامه پیدا میکنه. بچه شکلشو نها کنید، هر وقت این شکل رو دیدید چیه؟ پروکاریوته، پروکاریوت. درست؟ حلقوی دو جهت، و بنابراین نقطه آغاز در مقابل نقطه پایان قرار داره. اگه تک جهتی باشه، نقطه آغاز و پایان میشه چی؟ یه دونه. اگه تک جهتی باشه دور میزنه تو حلقوی، برمیگرده سر جای خودش. خب یوکاریوت هم که میدونید دو نوع دی ان ای دارن بچه ها، دی ان ای هسته‌ای و دی ان ای سیتوپلاسمی، که در انسان دی ان ای سیتوپلاسمی دی ان ای میتوکندریه، در گیاهان و آغازیان، و بعضی آغازیان البته،
دی ان ای سیتوپلاسمی، میتوکندری و دی ان ای میتوکندری و دی ان ای کلوروپلاست یا پلاست کلا. خب همانندسازی در یوکاریوت‌ها پیچیده‌تر طبیعتاً. نقاط آغاز همانندسازی چند نقطه است، تعداد جایگاه‌ها متغیره، چه در مراحل زندگی یک سلول چه در مراحل زندگی یک فرد متغیره، درست؟ و اینم شکل خیلی مهمی هست. این نقاط بچه ها جایگاه های آغاز رو میرسونه، اما نقطه سیاه نیست، اینا مثاله نقاط آغاز. خب هر وقت اینجوری دیدید این شکل رو بدونید چیه؟ یوکاریوته. و اینم دوراهی همانندسازی، این رو بهش میگن حباب همانندسازی، ولی شما نمیخونید. خب دوراهی همانندسازی کلی سوال دیدن بچه ها، مثال زده ها، اینو شکل رو داده و ازتون پرسیده. رشته های جدید این رشته های آبی رنگه و قدیمی ها رشته های بنفش رنگه، که این قضیه برای نیمه حفاظتیه. به سراغ پروتئین ها. خب فصل یک رو داریم تمام میکنیم بچه ها. ساختار چقدر دیر دوستان، ساختار پروتئین ها. ساختار پروتئین ها، میدونید که 4 تا سطح ساختاری دارن پروتئین ها. مثلا برای هموگلوبین 4 تا، برای میوگلوبین فقط 3 سطحه. پس پروتئین اگه میخواد حتما فعالیت اصلیشو داشته باشه، باید حداقل به کدوم ساختار برسه؟ ساختار سوم، درسته یاسمن؟ ساختار سوم. اما آمینو اسیدها آجرهای ساخت پروتئین هستن. آمینو اسید گروه آمین، گروه کربوکسیل، گروه آر که متغیره و گروه اچ یا همون هیدروژن. هر آمینو اسید میتواند در شکلهی پروتئین مؤثر باشد. بنابراین میدونید که آمینو اسیدها عوض بشن، کلن فعالیت پروتئین ممکنه عوض بشود. خب بریم کجا؟ بریم بچه ها آمینو اسید ها میخواد پیوند چی تشکیل بدن؟ یه نوع پیوند کووالانسی به نام پیوند پپتیدی، درسته؟ پیوند پپتیدی که میخواد برقرار شه بین OH از گروه کربوکسیل و H از گروه آمین. اینا چی میسازن؟ آب میسازن و به این واکنش میگن سنتز آبدهی. سنتز آبدهی خیلی ساده بچه ها. و این پیوند رو میگن پیوند پپتیدی، که این در کجا تشکیل میشه؟ در ریبوزوم تشکیل، در ریبوزوم، در فرایندی به نام فرایند ترجمه. آر آر ان ای هم انجام میده این فرایند رو. خب به همین راحتی آمینو اسیدها چند تان زیادن. اونایی که در ساختار پروتئین ها فقط 20 نوع هستن. آمینو اسیدا خیلی تعدادشون زیاده در طبیعت، اما 20 نوعشون در ساختار پروتئین ها به کار می روند. سطوح مختلف، سطح 1 2 3 4. بچه چند تا جمله خیلی مهم. اولین پروتئینی که ساختار شناسایی شد میوگلوبینه. ساختارش ساختار تا ساختار سوم پیش میره، تا سطح سوم پیچیده میشه. در اصل بچه ها سطوح ساختاری پروتئین ها همون پیچیدگی های ساختاری پروتئین ها هست. فهمیدین؟ سطح اول پیچیدگی خیلی کمی داره، سطح دوم یکم پیچیده تر، سطح سوم پیچیده تر و سطح چهارم پیچیده ترین سطح. بنابراین پروتئین ها 4 دسته نیستن، هر کدومشون میتونن 4 سطح ساختاری داشته باشن. حذفه؟ مطمئنی؟ نگم؟ نه فکر کنم از اینجا حذفه. آها نه از سطوح ساختاری. آره از سطوح ساختاری بود. آره فکر کنم از سطوح ساختاری بود، درست راست میگم. نه این نیست. آره از سطوح ساختاری تا سر نقشه پر. بله بله درسته، چه خوب. از عملکرد اختصاصی آنزیم تا پایان فصل. اوکی مرسی. خب این حذفه بچه‌ها. بریم کجا؟ نقشه پر. بچه‌ها نقشه پروتئین هم که خودتون می‌دونید.
آره مرسی دوستا. نقش پروتئین ها خودتون میدونید درسته، نقش آنزیمی دارن که از همه مهمتره، نقش هورمونی دارن، نقش انتقالی دارن، نقش دفاعی دارن، نقش ساختاری دارن. دیگه چی؟ دیگه چه نقشی برای پروتئین ها میتونید بگیم؟ نقش در لخ ایجاد لخته دارن. او اصلا 99 درصد کارهای بدن ما رو پروتئین ها انجام میدن، پس بنابراین نقشش هم دیگه خودتون میدونید، خیلی ساده است. آنزیم ها بچه ها، فکر کنم آنزیم ها حذف شده بود درسته، از ساخت از عملکرد اختصاصیشون. خب خود آنزیم ها دوستان پروتئینی هستن بیشترشون ها. ما آنزیم اکتیمیوزین باری کلا، نقش انقباضی باری کلا. خب آنزیم ها بچه ها عملکردشون اختصاصیه. چرا؟ به این خاطر که اون جایگاه فعالشون مثل قفل و کلید با پیش ماده جفت میشه و عملکرد اختصاصی دارن. 99 درصد آنزیم ها پروتئینی هستن. آنزیم هایی داریم که غیر پروتئینی هستن ولی شما نمیخونید، کاری باهاش نداریم. آنزیم ها انرژی فعالسازی بچه ها، اون انرژی فعالسازی رو میارن پایین، واسه همین چی میشه؟ واکنش ها زودتر انجام میشه. آیا واکنش ها بدون آنزیم ها هم انجام میشه؟ بله انجام میشه، ولی انقدر سرعت میاد پایین که اون انرژی لازم رو که میخواییم برای زنده موندنمون تأمین نشود. مثال زده، مثل آمیلاز بزاق، مثل لیپاز، بعضی از آنزیما در خارج سلول عمل میکنن مثل اینا، ولی بعضی از آنزیما در داخل سلول عمل میکنن، مثل آنزیم هایی که در فتوسنتز موثرن، آنزیم هایی که در همانندسازی موثرن. بعضی آنزیما هم در غشا وجود دارن مثل پمپ سدیم پتاسیم، یا آنزیم ATPase هست، مثل آنزیم چی؟ کربونیک انیدراز. بقیه‌اش حذفه. درست ها وایساده منتظر، حذف که شد به من میگه. امیرحسین ساعدی سلام، چطوری؟ خیلی وقت ندیدمت، خیلی دلم برات تنگ شده بود. آره درسته وایسادی عین این آقا اینجا حذفه. تموم. خب اوکی چه عالی. گرچه که خیلی موافقه نخوندنشون برای کنکور نیستن، ولی دوستان حذفه. بریم سراغ سوالاش بچه‌ها، سوالای فصل یک. نه اینجا. آقا سوالای فصل. بچه‌ها ساختار امتحان نهایی رو میدونید؟ ساختار آزمون نهایی. خب ما چی داریم تو آزمون بچه ها؟ درست نادرست داریم، جا خالی داریم، جای خالی داریم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. اتفاقا منم یادم رفته بود. پاسخ کوتاه داریم و انتخاب گزاره درست در پرانتز و شکل داریم، جدول داریم، تست بعضی وقتا داریم بچه ها، و پرسش هایی داریم که به صورت تشریح باید جواب بدیم. بریم فصل یک ببینیم که چه خبره، همین فصلی که الان بهتون گفتم. خب اونایی که درسته بچه از درست غلط، از نتایج آزمایش های گریفیت مشخص شد ماده وراثتی میتونه از یه سلول به سلول دیگه منتقل بشه. بله. دو، ببینید چقدر ساده، دئوکسیریبوز یه اکسیژن کمتر داره بچه ها، کمتر. دئوکسی میگیم یعنی یه اکسیژن کمتر. هر رشته دنا و رنای خطی همیشه دو سر متفاوت داره، چون خطیان، بنابراین درسته. با من این دورسا، امیرحسین، یاسمن، فرهاد، نرگس، همتون یه دونه صد بفرستین تا من یه قلوب از این کاپوچینو بخورم. اون دوتا خانوما کجان؟ خیلی جالبن، جواب نمیدن. خب ویلکینز و فرانکلین که نمیاد. اوکی، همه پروکاریوت ها فقط یه جایگاه آغاز دارن، نه اغلبشون بچه ها. ای بابا امروز چی شده؟ آکشوات بازی ما زیاد شده امروز. اغلبشون چیه؟ اغلب یا بیشتر. نمونه ای از پروتئین ها با ساختار نهایی سوم همیوگلوبینه که این هست شده. آره درستم، یه یاسمن گذاشته رو ضبط رفته. اوکی یاسمن جواب بده، از خود دفاع کن، خجالت نمیکشی گذاشتی رو ضبط رفتی؟ یعنی من فقط برای فیلم ضبط کردنم اینجا. آقای مهرمان که بعدن میبینیم دیگه، چه اهمیتی داره اصلا. جای خالی بچه ها، باز عالی نیتروژن دار میتونه چی باشه که ساختار دو حلقه ای داره؟ ساختار دو حلقه ای جواب بدیم ببینم. دو حلقه ای پورین. آنزیم دنابسپاراز فعالیت بسپارازی خودش پیوند فسفو
دیستر. درست؟ در همانندسازی دی ان ای آنزیم دنابسپاراز فعالیت بازم فسفودی فعالیت چی داره؟ پلیمرازی. بچه‌ها نگاه کنید سوالای تکراری براتون گذاشتم ها، سوالای تکراری سالهای مختلف که ببینید چه جوریه وضع. نرگس هم که میره میاد. نتایج آزمایش میزلسون استال نشون داد همانندسازی دنا نیمه حفاظتیه. آقا اگه اینجا خدا وکیلی بچه‌ها اگه زیست و بیست نگیرین دونه دونه میام کتکتون میزنم. یعنی اگر زیست و بیست نگیرین خب آره حل شده شو میذارم. آره آها اینو نه حل شده شو نمیذارم، خودتون حل کنی. ها اینو میذاریم، درست اینو میذاریم، ولی ممکنه بعضی جاها شما حل نکرده باشم، اونا رو خودتون حل کنی به خاطر اینکه وارد بشین. خب خداییش بچه‌ها میام میزنمتون. اینو بهتون بگم همینجا یه خط نشون، هر کدومتون اگه 20 نگیرین امتحان خیلی آسون رو واقعا آسونه، به جان خودم اگه 20 نگیرین کتکر خوردین همتون. حالا خانوما فرق میکنه، میام آقایون رو میزنم، خانوما هم به پدر مادرشون یا خواهر برادرشون میگم یه کتکی بهشون بزنم، من که نمیتونم طبیعتا. بعضی آنزیما برای فعالیت به یونهای فلزی مانند آهن که خب این هست شده، بریم جلو. پرانتزا آنزیم چی فعالیت نوکلئازی داره؟ این سواله فرهاد، این سواله. آنزیم چی فعالیت نوکلئازی؟ من اینجا دانش آموز رتبه تربیت میکنم وقت میگه آنزیم کدوم فعالیت نوکلئازی داره، مشخص دنابسپاراز دیگه. در تشکیل ساختار دوم پروتئین ها پیوند های چی نقش دارن که هست شده؟ بریم جلو. شکل، آقا شکل داده میگه تو کدوم یکیشون مقدار گوانین با سیتوزین برابره، کدوم یکیشون؟ امیر حسین بگو ببینم در کدوم یکی از اینا مقدار گوانین با سیتوزین برابره. در دنا دیگه، به خاطر اینکه روبروی همه، در دنا گوانین روبروی سیتوزین و آدنین روبروی تیمین قرار میگیره. باری کلا امیر حسین درد داشت، سخت بود واقعا، آسونه. گفتم بچه این میاد شکل روبرو همانندسازی دی ان ای رو نشون میده. این دی ان ای مربوط به هو هسته ایه، یوکاریوت یا پیش هسته ای که شما با خیال راحت پا رو دراز کرده راحت میگین چی؟ یوکاریوت. تموم شد، ساده. در قسمت مشخص شده یک چند تا هلیکاز وجود داره؟ بچه ها اینجا چند تا هلیکاز هست؟ هر دوراهی چند تا هلیکاز داره؟ اما از این کرسر موسو ببر کنار، من بچه ها رو ببینم. دست در نه اونم نه نه اون بالا هم بیار پایین. من آها برست. آره آره اوکی. نه درسا هر دوراهی چند تا هلیکاز داره؟ یه دونه هلیکاز داره هر دوراهی. ببین اینجا هر دوراهی یه دونه داره، کل اون حباب دو تا هلیکاز. گرفتی؟ هر دوراهی یه دونه داره. خب قند موجود در دی ان ای و باز عالی نیتروژندار اختصاصی رنا، قند دی ان ای دیوکسیریبوز باز عالیش رنا یوراسیل. نه حباب نه، اصلا درسا میدونی اصلا اسم حباب تو کتاب شما نیومده به غیر از رونویسی، تو همانندسازی نیومده. خب اینو حواست باشه. آره متوجه شدم حبابو میگی، فهمیدم. با شما فردا میخواییم این دکتر بشین کنکوری 1400 ویلکینز هست شده. چرا قطر دنا در سراسرش یکسانه؟ چرا بچه ها؟ قطر دنا جفت شدن بازهای مکمل روبروی هر تک حلقه ای. آفرین پورین. چی شد؟ چی می‌نویسیم؟ پورین روبروی پیریمیدین. اینو می‌نویسم به عنوان نشانه براتون. بچه خدای آسون نیست؟ خنده‌دار نیست؟ واقعا نقش رنای پیک در سلول چیه؟ رمز دی ان ای رو برای ساخت پروتئین میاره به همین راحتی. اینو تمام کنیم بچه‌ها، من چند تا توصیه برای امتحان نهایی براتون بکنم. در هر دوراهی همانندسازی چند تا آنزیم هلیکاز فعالیت میکنه؟ در هر دوراهی یه دونه. برای باز شدن دو رشته دی ان ای آنزیم هلیکاز چه پیوندایی رو باز میکنه؟ هیدروژنی. به همین راحتی. کدوم فعالیت آنزیم دنابسپاراز سبب ویرایش میشه؟ نوکلئازی. در یک دوراهی چند تا بازم تکراری. در کدام نوع فعالیت پیوند فسفودیستر شکسته میشه؟ تکراری. آنزیمی که مارپیچ دنا رو باز میکنه چیه؟ تکراری. چرا در یوکاریوت آغاز همانندسازی در چندین نقطه انجام میشه؟ چرا بچه‌ها؟
اینو جواب بدین. چرا در یوکاریوتا آغاز همانندسازی در چند نقطه است؟ چون دی ان ای یوکاریوتا خیلی بلندتر از پروکاریوت ها و خیلی طولانی میشه اگر یک نقطه آغاز داشته باشه. باید چندین نقطه آغاز داشته باشه. میوگلوبین کدوم ساختار نهایی رو داره؟ که حذف شده ولی سوم. ویژگی منحصر به فرد هر آمینو اسید به چه عاملی بستگی داره؟ عامل یاسمن ضبط کننده، عامل آر، ویژگی اختصاصی. به پیوند اشتراکی بین آمینو اسیدا میگن پپتیدی. در چه صورت ساختار سوم شکل میگیره که حذف شده؟ بخش اختصاصی در آنزیما که پیش ماده درش قرار میگیره رو میگن جایگاه فعال. پیوندهای هیدروژنی کاری نداریم، هموگلوبین ساختار چهارم کاری نداریم. بچه تشریحی ها بگم اینا رو یا برم فقط دو. مایل به کدومید؟ آها، ترکیباتی که حاصل فعالیت آنزیما هستن چه نام دارن؟ محصول. چرا با تغییر پی اچ که نمیاد بعضی آنزیما برای فعالیت به یونهای فلزی نیاز دارن؟ خب که این نمیاد. آها بچه دقت کن، اینو مطمئن نیستم، اینو بگم بهتون. بعضی آنزیما برای فعالیت به یونهای فلزی مانند آهن، مس یا مواد آلی نیاز دارن. به این مواد آلی چی میگن؟ میگن اینو که دیگه بدونید دیگه، اونایی که کمک کننده به آنزیمن میگن کوانزیم. باریکلا سر کلاس های آنلاین گفتم که ما کلن چی داریم؟ ما کلن کوانزیم داریم. حالا اونایی که آلی هن و معدنی هن با هم جدا میشن، درست شد؟ کاری نداریم بهش. به مواد آلی میگن کوانزیم، کلن به اینا کمک کننده ها میگن کوفاکتور. تغییر پیش چگونه ماجه تغییر میشه که این نمیاد؟ تکراری بود، تموم شد. بچه ها نکنید سوال های فصل اول چقدر ساده بود؟ بریم فصل دوم. قبل از اینکه بریم فصل دوم چند تا توصیه بهتون بکنم. توصیه اول، بچه ها زود برین سر جلسه امتحان. خب برای استرس خودتون میگم، زود از خواب بیدار شید. خب یه بسم الله بگید، صبونه حتما بخورید. بچه ها صبونه حتما بخورید و روز امتحان نهاییتون، حالا روزایی که تو امتحان نهایی دارید، صبح که بیدار میشید شیر نخورید. دوستانی که عادت به خوردن شیر دارید شیر نخورید، چون شیر معده آدمو، شیر سنگینه بچه ها. در از شیر رو باید شب بخورید، شیر رو روز نخورید. اگر هم میخواین چیزی سر جلسه امتحان با خودتون ببرید، آب میوه ببرید، شیر نبرید. این نکته اول. دقیقا پروتئین شیر کازئین، پروتئینش دیر هضمه. این از این. نکته بعدی، دوستان گرامی رسیدین سر جلسه، حالا بسم الله میگین، توکل میکنید دیگه، آیت الکرسی میخونید، کاری ندارم، با آرامش به حرف بقیه بچه ها گوش نمیدین. آقا من انقدر خوندم، تو چقدر خوندی، نمیدونم فلان، ای بابا از اینجا که گفتن نمیاد، از اینجا که گفتن میاد. کلا گوشاتون رو بگیرید، فقط لبخند بزنید به همه. خب به همگی لبخند بزنید. بعدی، امتحانو که بهتون دادن دوستان، اول چک کنید. حالا اگر که سربرگتون اسم داره خودش مشخصه، چک کنید، حتما اسم و فامیلتون حتما بنویسید. سوالا رو یک دور چک کنید، قشنگ چاپ شده باشه واسهتون. به مسئول برگه امتحان بگید که آقا مثلا این سوال چاپ نه، مشخص نیست، که براتون حل کنن قضیه رو. همیشه بچه هوشیار باشید، دقت کنید، درست؟ از خونه هم که دارید میرید، دو تا مداد، دو تا خودکار پاک کنین و با خودتون ببرید. همینجوری با خودتون بلند نشید برید بعد ببینید که من نه چیزی نیاوردید. چون چند بار من دیدم اینا رو سر جلسات دیده شده بچه‌ها. و دیگه چی؟ خوش خط بنویسین بچه‌ها، خوش خط بنویسین، خط نزنین چیزی رو، خانا بنویسید. خب اگر ریز خطید درشت بنویسین، اگر خیلی درشت خطید متوسط تر بنویسید. خوش خط و خانا بنویسید، خیلی برای مصحح مهمه. و نکته خیلی ریزی که شاید به نظر نرسه ولی واقعیت داره اینه که دوستان، اینا که سربرگو میخوان ببرن، خب البته اصولا سربرگ، حالا نمیدونم میبرن یا وقتی که میخوان اسکن کنن مصحح حل کنه کراپش میکنن، ولی حالا شما محض احتیاط از این سربرگ یه مقداری پایین تر شروع کنید جواب دادن. خب حتما دبیراتون بهتون گفتن، ولی اگه نگفتن، سربرگ میدونید سربرگ چیه دیگه، اونجا که اسم و فامیلتون مینویسید، بعد یه خطی داره، شما یه چند سانتی پایین ترش شروع کنید نوشتن. اگه احیانا خواستن سربرگ رو جدا کنن، اون پاسخ اول شما باهاش پاره نشه، ریخته بشه دور یا حالا گذاشته بشه کنار.
خب بریم فصل دو. بریم فصل دو. ساعت چنده؟ اوکی بچه ها، برای فصل دو رونویسی ترجمه خیلی مهمه، درست شد؟ این هم که بحث کمخونی داستی شکل مرور میکنیم. بچه ها موافقیم بریم فقط سوالا رو حل کنیم یا نه؟ به نظرم بریم سوالا رو حل کنیم، چون شما احتمالا مرور کردید دیگه. بریم سوالا رو حل کنیم، به نظر من اینجوری سریع تره. آها بریم سوالا. امیر حسین تو هم موافقی؟ یاسمن موافقه؟ فرهاد موافقه؟ بریم سوالا. اونا که حذف شدن هم دیگه مشخصه دیگه. در هر چرخه سلولی یک بار همانندسازی و رونویسی انجام میشه، درست نادرست بچه ها؟ درسته یا نادرسته؟ در هر چرخه سلولی یه بار همانندسازی و رونویسی انجام میشه. نادرسته. رونویسی که هزار بار انجام میشه، یه بار همانندسازی، ولی رونویسی چندین بار، پس نادرسته. طول عمر رنای پیک در پیش هسته یا بیشتر از او هسته ایاست، بازم نادرسته. در یوکاریوتا بیشتره. تجمع رناتنها فقط در یاخته های پیش هسته ای دیده میشه، در صورتی که در هو هسته ای ها هم دیده میشه یوکاریوتا. تنظیم بیان ژن در پروکاریوتا به طور معمول در مرحله رونویسی انجام میشه. بله درسته. در یوکاریوت ها غلطه فرهاد؟ در مرحله رونویسی انجام میشه دیگه در پروکاریوتا، درسته دیگه؟ چرا میگین غلط؟ کدومو میگی غلط؟ آره فرد ببخشید اون من دیر دیدم. 5. در یوکاریوتا اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسیه، درسته یا نه؟ بله. وصل میشه، نمیذاره ترجمه اتفاق بیفته، جلوگیری از این، درسته بچه ها؟ جلوگیری از ترجمه. این چقدر ساده است سوالا؟ خیلی ساده است. به بخشایی که در مولکول دی ان ای وجود دارن حذف شده، رونوشتش حذف نمیشه، میگن اگزون که حذف شده. رنای رونویسی شده از رشته الگو در ابتدا داره رونوشتهای میانه است. خب اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی، ساده. رمزه آغاز رمزه ای که ترجمه از اون شروع میشه، درسته؟ کدوم رمزه آغازه بچه ها؟ AUG. راحت. اگه نوشته بود پاد رمزه، UAC پاد رمزه یا آنتی کدون، UAC کدون AUG پاد رمزش یا آنتی کدونش UAC. در باکتری ایکولای یا اشرشیا کولای تنظیم منفی برای ژن‌های مربوط به تجزیه قند، قند منفی ها بچه، منفی راست یا چپ؟ تنظیم منفی. خوابین لاکتوز، آفرین. در تنظیم فلان پروتئین های خاصی به رنابسپاراز کمک میکنه تا بتونه به راه انداز متصل بشه. تنظیم مثبت، بحث چی بود؟ مالتوز. پس بچه ها مالتوز مثبت، لاکتوز منفی. خوب شد دیگه نگفتم وقتمون گرفته نمیشه. در شکل روبرو یک آرنه ناقل یا تی آرنه نشون داده میشه، کدوم شماره توالی پادرمزه رو نشون میده؟ بچه ها پادرمزه کجاست؟ اگه شماره میزدیم اینه پادرمزه. حالا من اینجا اسماشو حذف نکردم بچه ها، باری کلا درستا. کدوم شماره توالی پادرمزه؟ این شماره. شکل زیر طرح ساده ای از رشته الگوی دنا و رنای بالغه که این حذف شده، بحث اینترون اگزون بود، درسته؟ درستا درسته، حذف شده دیگه، درستا ملاک ماست برای حذف شدگی ها. چرا برای رونویسی از ژن به راه انداز نیازه؟ چرا؟ به خاطر اینکه رنابسپاراز یا آرنه پلیمراز خودش نمیتونه جایگاه آغاز رونویسی رو شناسایی کنه، نیاز به راه انداز داره.
در یوکاریوت ها آر ای توسط کدوم رناباسپاراز یا آرنه پولیمراز ساخته میشه بچه ها؟ کدوم؟ آرنه پولیمراز شماره یک ای بابا. شماره سه تی آرنه، شماره دو ام آرنه. امرزا درسته؟ بله بله امرزا میگه درست. باریکل نوارد شده بچه هم. در کدوم مرحله رناباسپاراز راه اندازو شناسایی میکنه بچه ها؟ در کدوم مرحله رو نویسی؟ مرحله آغاز. به رشته مکمل رشته الگو در دنا میگن رشته رمزگذار. خیلی ساده است بچه ها. به قول استاد شاکرین از صبح دارم میخندم، اینقدر سوالا ساده است. بعد بچه ها میرن نمره های ناپلونی میگیرن. رشته آرنه با رشته رمزگذار از نظر توالی نوکلئوتیدی چه تفاوتی داره؟ فقط یو تفاوت میکنه، درسته؟ به مناطقی که در مولکول دنا وجود داره ولی اونا رو نوشش هست شده رو شما ندارید. اصطلاح بیانه ندارید. اصطلاح رنای بالغ ندارید. ساخته شدن پلی‌پپتید از روی اطلاعات رنای پیکو چی میگن؟ بچه ها میگن چی؟ میگن ترجمه. تفاوت توالی های انواع رناهای ناقل مربوط به کدوم ناحیه است؟ ناحیه پاد رمزه. بقیهش یکیه. چرا در یوکاریوت‌ها فرصت بیشتری برای پروتئین سازی وجود داره؟ به خاطر اینکه پروتئین سازی از رونویسی در یوکاریوت‌ها جدا شده. رونویسی همانندسازی در هسته، پروتئین سازی در سیتوپلاسم صورت میگیره. سوال ده. سوال بعد ترجمه بچه ها نکنید دوستان. بعد بعضی وقتا قسمت قسمت بشه سوال امتحان نهایی، مثلا در مورد رونویسی، در مورد ترجمه، در مورد تنظیم بیان ژن به فلان سوالات جواب بدین. پس دقت به این قضیه داشته باشین. رمزه آغاز معرف کدوم آمینو اسیده؟ متیو نین. رمزه های پایان چی بودن بچه ها؟ رمزه های پایان بگید ببینم کی میدونه رمزه پایان رو چی شد؟ نه درسا اشتباه میگی یا سه تاست. رمزه پایان UAG UGA UAA نه AA نه AUU. خب U A G U G A و U A A درست شد؟ اینا رمزه هستن که هیچ کدومشون پاد رمزه ندارن. نه نه قاطی نکن اصلا، نگاه کن همه اولشون U، همه اولشون U، درسته؟ خب بعد اینا U A G و A G و G A که دیگه قاطی نمی کنی، فقط یه U A A رو میخوای حفظ کنی دیگه، درست شد؟ اصلا به هیچ عنوان فکر نکن که قاطی میکنی. اگه فکر میکنی که قاطی میکنی، به محض اینکه رسیدی سر جلسه، اگه تو ذهنت بود گوشه برگ سوالت بنویس، قاطی نکن. خب در طول کدوم مرحله ترجمه فقط جایگاه پی پر میشه؟ کدوم مرحله بچه ها؟ مرحله آغاز. ساده. رنای ناقل بدون آمینو اسید از کدوم جایگاه رناتان خارج میشه؟ جایگاه ای. تموم شد. برای چی بچه ها؟ برای چیز میگه ها، این برای مرحله تبدیل شدن میگه. تو مرحله پایان از جایگاه پی خارج میشه. منتها چون امتحان نهایی بحث کنکوریو نداره دیگه، شما بنویسین در جایگاه ای. در کدوم مرحله فقط جایگاه پی پر میشه؟ بازم جایگاه آغاز. چرا با ورود یکی از رمزه های پایان این جایگاه توسط پروتئین هایی به نام آزاد کننده، عوامل آزاد کننده اشغال میشه؟ به خاطر اینکه ما تی آر ان ای با پاد رمزه پایان نداریم. هیچ تی آر ان ای برای در از پاد رمزه پایان نداریم. پاد رمزه آره یا آنتیکودون پایان نداریم. خب در مورد ترجمه بچه ها، در کدوم مرحله پیوند پپتیدی در جایگاه ای برقرار میشه؟ مرحله ببین بچه ها چقدر تکراریه، طویل شدن. کدوم جایگاه رناتن محل خروج رنای ناقل ای؟ ساده. چرا در پیش هسته یا پروتئین سازی حتی ممکنه
پیش از پایان رونویسی رنای پیک آغاز بشه. درستا کدومو گفتی تعویض شدن؟ آ درسته، ببخشید من فکرم خودم نمیشم آغاز. اوکی، چرا در پیش هسته ای ها یعنی پروکاریوتا پروتئین سازی ممکنه پیش از اتمام رونویسی شروع بشه؟ به خاطر اینکه اینجا چیه؟ به خاطر اینکه اینجا طول عمر کم رنای پیک یا ام آر ان ای، طول عمر ام آر ان ای در پروکاریوتا خیلی کمتر از یوکاریوتا است، خیلی ناپایداره. در مرحله پایان ترجمه بعد از ورود یکی از رمزه های پایان به جایگاه ای چه وقایع اتفاق میفته بچه ها؟ به ترتیب بگید. یک، جدا شدن رشته پلیپپتید از تی آر ان ای آخر یا انتهایی. دو، بیرون آمدن تی آر ان ای از جایگاه پی، درسته؟ سه، جدا شدن زیر واحد های چی؟ کوچک و بزرگ ریبوزوم و جدا شدن mRNA، درسته؟ و جدا شدن یا آزاد شدن mRNA، اینجوری بگیم بهتره. بچه خوب بودیم مراحل؟ و آزاد شدن mRNA. ممکنه همینجا به ترتیب ازتون بخوان دوست های آسمان فرهاد، ممکنه ازتون بخوان، واسه همین دقت کنید. در تنظیم منفی مهار کننده به چه بخشی از دنا متصل میشه بچه؟ در تنظیم منفی مهار کننده به کجا وصل میشه؟ اپراتور. در یوکاریوتا به پروتئین هایی که با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز رنابس پارازو به محل راه انداز هدایت میکنن میگن عوامل رونویسی. در تنظیم مثبت در ایکولای چه عاملی سبب میشه فعال کننده به جایگاه خودش بچسبه؟ چه عاملی؟ مالتوز، درسته؟ باعث میشه فعال کننده به جایگاه اتصال فعال کننده بچسبه و رنابسپارازو اتصال بده به راه انداز. ساده. خب بچه های دو سه دقیقه استراحت بکنیم بریم سراغ فصل سومتون. یک و دو رو تموم کردیم. سوال ندارین؟ الان این مروره خوب بود براتون؟ فکر نکنم دیگه نیاز به خوندن داشته باشه، ولی حتما بخونید. دوستان گرامی، بچه با دربی چه ساعتیه؟ هفت و نیمه نه؟ فکر کنم هفت و نیم. آره شما کنکوری نباید هم بدونی، اصلا میخواستم امتحانتون کنم ببینم شما میدونی یا نمیدونی. اوکی، ژنتیک بچه ها، بریم ببینیم تا کی میرسیم. یه چند دقیقه بیشتر مهلت نداریم، ژنتیک رو برسیم و انشالله بریم. خب بچه ها، درست نادرست، گروه خونی فردی که دیه بزرگ دیه کوچیکه مثبته، درسته یا غلطه؟ اونی که مثبته دیه بزرگ، درسته، بله. در گروه خونی ABO اللهای آ و ب نسبت به هم همتوانن، بله همتوانن. در گل میمونی با دیدن رنگ گل میتونیم ژنوتیپو تشخیص بدیم، بله قطعا میتونیم تشخیص بدیم. آسونه دیگه بچه ها، نه؟ مطمئنم به نظرتون خیلی آسونه. صفات چند جایگاهی رخ نموده گسسته دارن، درسته یا غلطه؟ صفات غلطه بچه ها، رخ نموده چی دارن؟ پیوسته دارن چند جایگاهی ها، مثل قد، وزن، مثلا رنگ دانه ذرت. تغذیه نوزاد مبتلا به فنیلکتونوری که برای شما حذف شده. دیه بزرگ و دیه کوچیک شکل‌های مختلف صفت آر اچ رو تعیین می‌کنن، جای خالی است. بین این علل‌ها رابطه غالب مغلوبی یا بارز نهفتگی. بچه‌ها هر کدومشون بنویسین درسته.
در گروه خونی A به O بین علل های B و O رابطه چی برقراره؟ بین B و O رابطه بازم بارز نهفتگی. نهفتگی درسته؟ در گروه خونی A به O بین A و B همتوانی. فنوتیپ صفات چند جایگاهی فنوتیپ پیوسته است. به همین راحتی رنگ گل میمونی مثالی از صفات تک جایگاهی یا چند جایگاهی؟ تک جایگاهی. دقت کنید بچه‌ها، شما چند جایگاهی رو فقط رنگ چشم انسان، قد، وزن، نمیدونم ذرت، رنگ دانه ذرت، اینا رو خوندین. نمودار توضیح فراوانی فنوتیپ های چی شبیه زنگوله است؟ فنوتیپ پیوسته شبیه زنگوله است. اگر نمودار توضیح فراوانی رو ببینیم که زنگوله ای، اون صفت چند جایگاهیه. درست؟ خب چه ساده. در مورد RH و گروه خونی ABO رابطه RH چیه؟ بارز نهفتگی. گروه خونی ABO تک جایگاهی. چرا فردی که ژن نموده AO داره دارای گروه خونی AE؟ چون علل A نسبت به O بارزه، فقط A رو نشون میده. باریکلا. خب پدری گروه خونی O داره، مادری AB داره، چه ژن نمود و رخ نمودهایی؟ چقدر ساده. A B مادر پدر O، ژنوتیپ O O O دیگه، تموم شد. بچه اینجا میتونید پانت بکشین، میتونم چون نوشته بدون راه حل میتونید همینجوری بنویسید. میشه چی؟ میشه A O و B O. ژنوتیپ ها A O و B O، فنوتیپ ها A و B. سخت که نیست، ساده. در مورد بیماری هموفیلی، دختر دارای ژن نموده XH بزرگ XH کوچیک سالمه یا بیماره؟ سالمه. تابلو. شایع ترین نوع هموفیلی مربوط به فقدان چه ماده ایه؟ فقدان فاکتور انعقادی یه پروتئین. بچه‌ها شماره 8. 8 رو چه جوری می‌نویسن به زبان لاتین؟ این 5 6 7 8. ژن نمود دختر ناقل بیماری هموفیلی رو بنویسین. کدومه؟ دختر ناقل بیماری هموفیلی، همین اینه. کدوم کروموزوم جنسی انسان جایگاهی برای علل های هموفیلی نداره؟ کروموزوم وای. وای 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 بیچاره کروموزوم وای که علل متقابل رو نداره و ما انسان مذکر ناقل برای بیماری هموفیلی نداریم. در مورد انتقال اطلاعات در نسل ها، جایگاه ژنی گروه خونی RH در کدوم کروموزومه؟ کروموزوم شماره 1. صفت رنگ در نوعی ذرت چند جایگاهیه؟ چه ساده. فنیکتونوری نیست، اونم که 11 12 13 براتون حذف شده. بچه ها مسئله ساده، پدری گروه خونی O داره، مادری AB داره، گفتیم مردی هموفیل، هموفیل یعنی XH کوچیک Y، مرده، ناقل هم نیست دیگه طبیعتاً. ها ببخشید اینجا، با زنی ازدواج کنه که سالمه و ناقل هم نیست، یعنی XH بزرگ، XH بزرگ. چه ژن نمود و رخ نمودی؟ بدون راه حل تمام پسراش میشن XH بزرگ Y پسران. درسته؟ دختراش چی میشن بچه ها؟ دختراش همشون میشن چی؟ ناقل. درسته؟ سخت نیست، ساده. مردی سالم قصد داره با زنی هموفیل ازدواج کنه. بچه وقتی میگه سالم یعنی چیه؟ مرد سالم از نظر بیماری هموفیلی XH بزرگ و Y با زنی هموفیل ازدواج کنه. وقتی میگه زن هموفیل خالصه دیگه، XH کوچیک، XH کوچیک. خب همه پسراش میشن چی؟ همه پسران هموفیل. چرا؟ چون پسرها همه ایکساشون از مادرشون میگیرن دیگه. این ایگرگ با هر کدوم از این ایکسا بیاد و تخم تشکیل بده، پسرها همه هموفیل میشن. دخترها چی؟ دخترها همگی، دختران همگی ناقل میشن. درسته دیگه. این XH بزرگ با هر کدوم از XH کوچیک ها با
با هم لقاح کنه و اون سلول ها تخم تشکیل بده میشن دختران ناقل. خب دوستان گرامی، تا سر فصل 4، ساعت 5 شده و کلاس بعدیتون شروع میشه، تا سر فصل 4 بچه ها، خب برای جلسه آینده، حالا اگه سر کلاس دکتر باتقوا بودین که حتما خدمتون میگه که به چه صورت هست، شاید هم اون از فصل اول شروع کنه، شاید هم از وسط، حالا اگر که انتخاب براتون گذاشت که میتونید بگید از بعد از من شروع کنه، اگر هم نه که خودش صلاح میدونه و خودشون صلاح میدونن که چجوری بهتون درس بدن. امیدوارم که این سه فصل رو بچه ها مرور کردیم اوکی باشه و در جلسه بعدی که نمیدونم کی باشه، فکر میکنم جمعه، انشالله فصول بعدی رو کار میکنیم و این دفعه سریعتر میریم جلو که شما یه مقداری مرور بشه براتون. ممکنه هم سه جلسه بذاریم. فراج جون قربانت، درسا خانم سلامت باشی، یاسمن خانم هم که گذاشته رو ضبط به نظر میرسه، البته حدس درساست رفته و دیگه این از دیگه احتمالاً خسته شده دیگه، رفته شاید هم دربی ببینه یا اونجاها. خب بچه‌ها خدا نگهدارتون، وقتتون بخیر.